پژوهشگر، نویسنده. ایشون از جمله نویسندگانی هستند که آثار متعددی در فرانسه که محل اقامت و سکونتشون هست منتشر کردن، که البته از مرز فرانسه این کتاب‌ها به همه نقاط جهان رسیده و شهرت دکتر حسن عباسی امروز نه تنها در ایران بلکه در محدوده جغرافیای فرانسه هم حتی نمی گنجه، یعنی حالت جهانی پیدا کرده. جناب دکتر عباسی به خاطر چهارمین چاپ کتاب آیین اوستای خودشون که به سه زبان فرانسه که آقای دکتر آشنا هستید، سیاوش اوستا، جایزه بزرگ گراند پری اومانیته یا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو، جایزه تلاش رو دریافت کرده. یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل، ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا نفت کشونه خدا عاشقی چیزاره. خواستم بخونم، مربوط به یک کشتی و یک مراسمی در روی آن. قضیه این استش که یکی از دوستان عزیز ما در پاریس مادرشون در مشهد به رحمت ایزدی می‌پیونده، آقای دکتر حسن عباسی، و مدیر مسجد شهر فرهنگ دارد یا آقای ایران در این شهر، و نویسنده کتاب قرآن سوری به سبک فارسی و از میترا تا محمد، و ایشون بر ما در بزرگ هم بچه و بعد سنت شکنی کردن و نوشتن که سانش سنت شکنی بزرگی در تاریخ سوگواری و عزاداری مرسوم به ایرانیان نموده و مراسم یادبود مادر را در سالانی مجلل که بیشه جشنی فستیوال جو تولد و کنسرت هست برگزار نموده و با پخش آهنگای ایرانی هنرمندان که به یاد مادر خوانده بودند برنامه یادبود را آغاز نمودند. مراسم کهرمانی مادر برای رود سن و در یک کشتی باشکوه با حضور کمی از دوستان هنرمندان برگزار شد. از تصادف کار هنرمندان عزیزی که از آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی سابق برای انجام کنسرتی به پاریس آمده بودن در این مراسم شرکت میده و به موزیک و آوازهای حماسی و پرشور آذری یاد جاودان روح و روانهای انسان را گرامی داشتند. این سنت شکنی بزرگ که در سوک عزیزی با آهنگ و پایکوبی و با او بدرود بگویند مورد توجه همه حاضرین و دیگرانی که خبر آن را شنیدن واقع شد. امید است که این شیوه فراگیر گشته و ایرانی جز به شادی نپوشد و حتی در هنگام های سخت زندگی با بعض آهنگ روح و روان حاضران را دیگرگون نموده و روان رفتگانشان را نیز شاد. لبت بخنده و رفته ای گل رو لاله ی گوش داری یه دست سنبول عشقت نبینو به روی مشکول دردت به جونو ای خدا فدات کنم جون خونومت با بیقراری تو چو آهوی فراری. بسیار مهمی که میخوام بهتون بدم، از سر تا سر دنیا شما میتونید برای ما برنامه های ویدئویی بفرستید در طریق یوتیوب، youtube.com/mehrtv، youtube.com/mehrtv. شما از این طریق میتونید مستقیم با تلفن دستیتون فیلم برداری کنید برای ما بفرستید، یا تو کامپیوترتون بذارید برای ما بفرستید، ما ازش استفاده میکنیم. به همه دیگه هم خبر بدید، youtube.com/mehrtv میتونید تمامی برنامه های خودتون رو، خبرهای خودتون، هر اتفاقی در ایران میفته توسط فیلم برای ما بفرستید. یارانید مهربان mehrtv.com هم میتونید برنامه ما رو اونجا روش ببینید. دستان گرم همه شما رو میفشارم و تا برنامه دیگر همه رو به خدای بزرگ. خیابون شانزلیزه در پاریس پاساجی هست که یک ایرانی بهترین توصیفی است که ایرانی بکنیم که بگیم واقعا ایرانیه. امروز اونجا کم پیدا محلی برای ایرانیان درست کرده به اسم شهر فرهنگ، در حالی که به اعتقاد من بهش هیچ وقت نگفتم. روزی که رفتم
گفتم اینجا شهر فرنگ نیست، اینجا تهرانه، اینجا ایرانه، اینجا هر طرف نگاه میکنی وطن میبینی. حالا اون روز نگفتم، امروز روی ار میگم اونجا واقعا تهرانی در قلب پاریس درست کرده ایشون. ای جونم ای جونم کره که لاش به دست گله ها نترس، رکار بس به آسمون چفیه هم بری نبست.